دوستای بسیار بسیار عزیز، شنوندای بسیار فاضل و آگاه، فعالان سیاسی متجرب وطن، سلام به همه ایتان. ما امیدوار هستم که همه شما با خانواده عزیز و محترمتان با صحت و سلامت باشین و سال نو و نوروز سال 1389 را با خوشی و موفقیت آغاز کرده باشید. پیشتر از دوست بسیار گران قدر ما فامیلی صاحب در مورد عارف جهش شنیدیم، قلبا متاثر شدم و قبل از همه در گذشت واقعا به هنگام این دوست و رفیق عزیز ما را امروش معرفت داشتیم و دورانی که در کابل بودیم، به خانوادهش و به تمام دوستا و اقاربش تسلیت میکنم. به حیث کسی که از جمع ما رفتن، کل مقابلی دستیم که برای ما تسلیت گفته شد، عزیزی بود که ما از دست دادیم. خب دوستای عزیز، برای ما جای بسیار مسرت است و واقعا جای مباهات است که ما امشب در مقام سخنگوی در خدمت شما دوستان فاضل قرار دارم و شما عزیزارا مخاطب قرار میتم و نقاط نظر خود پیرامون چشمانداز مسائل فکری و اندیشوی حزب واحد ما با شما در میان میذارم. ما خوشبختانه از جمله ویدا دوستا و رفقای شما هستم که ضرورت تدبیر چنین گفتمان مدتا قبل ما تعیین شده مطرح کرده بودم. از نظر ما این اقدام منظور باز کردن امی اتاق کنگره است، به خاطر گفتمان، به خاطر شنیدن از دوستا، به خاطر تبادل نظر، فی نفسهی دلالت به رشد کیفی جنبش ترقی ما میکنم که مایه دلگرمی و افتخار ماست. دوستای عزیز، در طی دو ماهی که مسئله ادغام تشکیلاتی دو حزب برادر مطرح شد، بنابر علاقه مفردی که میان اعضای هر دو حزب وجود داشت، این پروسه خیلی ها به سرعت و با کمترین مشکلات به پای اکمال رسید که ما خوشبختانه شب چهارشنبه گزارش شعبه تشکیلات سازمان اروپایی خود در این مورد شنیدیم. خوبی که ما البته در مجموع این پروسه را، همین پیروزی را، این دستاورد به فرد فرد شما رفقا و به تمام خانواده ها و دوستایتان تبریک میگم. از نظر ما این ادغام خواهی نخواهی ما را به یک کمیت بالاتر و به کیفیت عالیتر ارتقا میده که میتونه جاذبه معینی به وجود بیاره و حلقه ها و معافل و ایده شخصیت های دورمانده از این تشکلات ما را به سوی خود بکشانم. خب البته این قابل یادآوری است که تلاش های هم وجود داره برای برهم زدن وحدت، برای پاشیدن تخم نفاق. بیشتر رفقا از ویدی کلیپ ها یاد کردن که ما همین را دیدیم. خب یکی ویدی کلیپ ها چیره بیان میکنه حرف جداست، قابل بحث است، در او تماس نمیگیریم، ولی یک از لحاظ زمانی چرا این ویدیو کلیپ ها اولی برآمده، این قابل برای ما مورد توجه ماست که میفهمیم که برای ایجاد سوء تفاهم، انداختن درز، به خاطر انداختن نفاق، مخالفین ما، دشمنایی که نمیخواین
ترقی خواهی افغانستان روشن فکرهای افغانستان وطن پرستای افغانستان دست به دست هم بده از این چیزا استفاده میکنن با اصطلاح دست به خشت و خس خاشاک میزنن و خب این نسل این کادری که ما میبینم روز نامایشان یا اشناختم که میشه در این جلسه در روم جمع شدن و صدها و هزارهای دیگیره که در داخل افغانستان و در خارج افغانستان میبینیم که سرها را سفید کردن این سرها را در جریان فعالیت سیاسی و شناخت از محیط ما حول از دوست و دشمن سفید کردن میفهمن که معنای دیگه پا چی هست چرا دشمن دست به چنین کار میزنن. خب دوستای بسیار عزیز میخواستم عرض بکنم که مسائلی که ما میخوایم امشب خدمت شما عزیزا برسانم در زیر چند عنوان مختصر ما ایره جنبندی کردیم که بحران افغانستان و عواملش یک عنوان است و دوم تشکلات جدید و سمتگیری های فکری زینا یک عنوان دیگه است، سوم نیازمندی های امروز و ضرورت یک راه نو عنوان دیگه است، مبارزه خب دیگه اهداف نزدیک و چند نقطه هم در اخیر در مورد سازمان اروپایی ما. اینا عناوین است که عناوین بزرگی که ما مطالب خود در زیر امی عناوین تهیه کردیم. دوستای بسیار گرانقدر باید ما خدمت شما به عرض برسانم که سوال اساسی که امروز ما میخواییم مطرح بکنم و در گذشته هم در موردش گپ زدیم این است که واقعا هدف ما از این ادغام و ساختن یک کمیت بزرگتر چی است؟ ما چی میخواییم باید کمیت بکنیم؟ چرا این کار اصلا کردیم؟ چرا یک جشن؟ با توسل به این کار کدام مسئله رو میخواییم حل بکنیم؟ و چه قسم میخواییم حل بکنیم؟ اینها نظر ما سوال هاییست که باید پیش از داخل شدن در موضوع باید مطرح بکنیم. باید به خدمت شما عرض بکنم رفقای عزیز، دوستای بسیار محترم، جناب‌قدر دوستان بسیار فاضل که ما باعث فعالان سیاسی اطلاع داریم که وطن ما در یک بحران بسیار عمیق قرار داره، یعنی بحران است که سراپای جامعه ما را گرفته، بحران است که اصل بقای افغانستان مستقل با دارای حاکمیت از نظر ما مورد تعدید قرار میگیره. در این ارتباط چند مسئله است که واقعا بحران‌زاست. از نظر ما مسئله اول مسئله مداخله کشورهای همسایه یا موضع‌گیری کشورهای همسایه است که حاصل از این ادامه جنگ است. باید به این قسمت عرض بکنم دوستای عزیز که یک طرف دعوا یا یک طرف مداخله کشور پاکستان است. اما شما باید فعالان سیاسی اطلاع دارین از آغاز جنبش ترقی خواهی ما در افغانستان و مخصوصاً از وقتی که حکومت دموکراتیک خلق به سر کار آمد این مسئله تا به امروز به 30 سال است گفته میشه که مداخله پاکستان است و این مداخله یک مداخله است که امروز بسیار با دید درایی و بسیار بسیار با جسارت این مداخله را دنبال میکنن، تعقیب میکنن و بهش استدلال میکنن. زمامدارای پاکستان به این عقیده هستند دوستای عزیز که مسئله تجزیه پاکستان در سرخط استراتژی هند قرار دارد و از وقتی که پاکستان به دنیا آمده سال 1947 به این طرف پاکستان و هندوستان پیوسته در تلاش شده بوده که پاکستان را تجزیه بکنند و زمینه را طوری فراهم بکنه که به طرف تجزیه برند و استدلال از اونها همچنان ایست که افغانستان باید یک دوست هند در طول مدت در همدستی با هند قرار داشته و سعی کرده که راه های تجزیه پاکستان اینا هم وارد بکنند. یعنی میگن که گویا پاکستان در بین دو دشمن که هندوستان با به طرف جنوبش افغانستان است همیشه سندویچ شده. بنظیر بود تو پیش ازی که از دوبای به طرف کراچی برد 2-3 سال پیشتر آخرین بار در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت و پیش ازی که روسا در افغانستان مداخله بکنند سیاست ما این بود که دولت های افغانستان باید خط دیورند به رسمیت بشناسند. اما بعد از اینکه روسا در افغانستان آمدن سیاست ما پیوسته این بوده که باید نوی کنفدریشن افغانستان با پاکستان به وجود بیاید و ما این سیاست عقب نشینی نکردیم.